این روزها انتشار اسناد و مدارک محرمانه دولتی از امریکا و غرب در روزنامه گاردین به یکی از جنجالی ترین اخبار جهان تبدیل شده است. دولت‌های غربی و به ویژه امریکا از انتشار این اسناد محرمانه توسط جولیان آسانج، مؤسس وبسایت ویکی‌لیکس و نیز ادوارد اسنودن، عضو سابق سازمان امنیت ملی امریکا، به شدت نگرانند. در این میان دولت‌های امریکا و انگلیس فشارهایی در جهت جلوگیری از انتشار این اسناد توسط روزنامه گاردین به عمل آوردند که از تازه‌ترین آنها می‌توان به ماجرای بازداشت موقت یکی از وابستگان روزنامه گاردین اشاره کرد، ماجرایی که اعتراض سردبیر گاردین را به دنبال داشت و آنها اطلاعات مربوط به ادوارد اسنودن را منهدم کرده و در اختیار دولت قرار ندادند. و اما صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم وارد عمل شد تا از حق آزادی بیان گاردین دفاع کند. از این رو خبرنگار تلویزیون رها در منطقه غرب لندن شاهد تهیه گزارش و مصاحبه خبرنگاران صدا و سیما با شهروندان انگلیسی در محکومیت نقض آزادی بیان توسط دولت‌های غربی بود. و اما این مصاحبه حاشیه‌هایی را هم به دنبال داشت. مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار منتقد ایرانی ساکن لندن، به عنوان رهگذر شاهد مصاحبه خبرنگاران صدا و سیما با شهروندان انگلیسی بود که انتقاداتی را به آنها مطرح کرد. It's not different, it's because different. You're covering about freedom of speech in England. But I am the victim of not having freedom of speech in Iran. It is not different. So have you got any idea about Iranian journalists are in jail? Actually, yeah. Yes. So, it's not very good. Okay. It's not at all. That's what I'm asking. They're asking about freedom of speech in England. But they put Iranian journalists... about America and Guardian. از مسیح پرسیدم شرح ماجرا چگونه بود؟ دیروز من توی خیابونای لندن برخی از خبرنگاران صدا و سیما رو دیدم که در واقع در مورد تحت فشار قرار گرفتن خبرنگاران گاردین از شهروندان انگلیسی مصاحبه می گرفتن. اما برای خودم این سوال به وجود اومده که خبرنگاران صدا و سیما آیا میتونن در مورد فشاری که بر خود روزنامه‌نگاران ایرانی در داخل ایران هست هم گزارش تهیه بکنن یا نه. همین رو پرسش کردم از اونها و هیچ پاسخی ندادن به من. در واقع برای من این نوع تناقض در رفتار رسانه ملی سوال برانگیز بوده، به این دلیل که در خود انگلیس به هر حال رسانه ها این آزادی رو دارن که دارن محکوم میکنن این رفتار دولت رو و خواستار آزادی بیش از این هم هستن. این در حالی است که ایران بر اساس آخرین آمار سازمان گزارشگران بدون مرز دومین زندان بزرگ برای روزنامه نگاران و مطبوعات در جهان است. محمد حسینی، تلویزیون رها.